در رابطه با بیانیه آقای موسوی، ولی همه من جمله آقای حسینیان شدیداً حمله کردن. کیهان حمله کرد که آقا تو همون حرف اونا رو داری میزنی، تو هم طرفدار خارجی‌ها و فتنه‌ای. یعنی نشون میده حتی اونم تحملش نکردند. همینطوره، همینطوره. به هر حال ما در وضعیتی که الان هستیم، جامعه میباید که اشکاف شما مردم ایران باید که اگر بخواهید حاکم سرزنشت خودتون باشید، باید خود را آماده مسئولیت برای گرفتن مسئولیت این حاکمیت یا ولایت جمهور مردم بشوید، به ترتیبی که دولت منتخب شما، نماینده شما، کارگزار شما و حقوق مدار بگردد. این تصدیش با شما مردم ایرانه. اگر این رو نگوییم و مردم آماده این تصدیم امر نشوند و توجه نکنند که این پرهیز از خشونت دقیقاً برای این به عهده گرفتن این مسئولیت است. آقای بنی صدر، اتفاقا در تو حقوق مداری یک سری اینایی که شما گفتید در مورد حقوق ملت، خب یکیش اینه که همونجوری گفتید باید حقوق مدار باشه. در مورد حقوق مداری بگم، همین امروز آقای نجار وزیر کشور اعلام کرده که آقا با توجه به فتوای علما، ما از این به بعد با هر کی که تو تظاهرات دستگیر کنیم به عنوان محارب برخورد می‌کنیم باهاش. واقعا یه سوالی که هست اینه که وزارت کشور مگه طبق قانون نباید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عمل کنه؟ چون علما عمل باید بکنه یا جمهوری اسلامی، کدومشه؟ یعنی مگه علما میتونن قانون بسازن؟ نظر حتی خود قانون جمهوری اسلامی عرض میکنم خدمتتونم. عرض کنم به شما اون علمایی که این آقای نجار گفته از عالم که نیستن هیچی، جاهل هم هستن. برای اینکه اولا بنابر نص قرآنی، چون وقتی نص قرآنی وجود دارد اجتهاد باطله. عالم دینی حق نداره اجتهاد کنه وقتی نص وجود داره. نص قرآنی میگوید که محارب چه آدمیش، دولت باید که حقوق مدار باشه، رعایت حقوق انسان رو بکند، تجاوز به حقوق مردم نکند، منتخب مردم باشد. و اگر این صفات رو داشت و کسی قیام مسلحانه بر ضد او کرد، این محارب به شمار میاد، نه یک رژیم متجاوز به حقوق. در مقابل باز بنابر نص قرآن، اگر یک دولتی حقوق انسان رو رعایت نکرد، حقوق جمعی انسانها یا جامعه رو رعایت نکرد، تجاوز به این حقوق هم روزمره کرد، قیام بر ضد چنین رژیمی واجب می شود. حالا اون آدم دینی که این دو نصر قرآنی موجود رو نادیده می گیرد و خلاف اینها حکم می دهد، این به اصطلاح عالم دینی که نیست، چه عالم ضد دینی است و دستیار این استبداد تبهکاره. این از باب به اصطلاح وجه دینی است، اما تعهد وجه قانونی. خب این به قول شما قانون اساسی داره این رژیم. در این قانون اساسی یک اختیاراتی برای دولت قائل شده، از جمله اونها این نیست که کسی رو به عنوان محارب بگیره و جرم، نه جرم عقیده وجود داره در این قانون اساسی که این آقایان خودشون هم قبول کردن، و نه اینکه مخالفت با این رژیم رو نیست. پس بنابرای قانون اساسیشون هم خلاف این آقایان علما خلاف گفتن، این آقای وزیر هم. خب شما چه انتظار دارید؟ این سپاهیست که دولت رو تصرف کرده و میگوید که من ملتی که نمیخواد این دولتی که در تصرف منه